سلام بچه ها، وقتتون بخیر باشه. امروز با جلسه دیگری در بحث آموزش توری خدمت شما هستیم. توری ها رو من همونجور که بهتون گفتم تصویری میخوام روی ساز تار ستاره آموزش بدم که وقتی بهش برخوردید خیلی از قسمتاش رو با مثال زدم بهتون آموزش بدم و براتون ملموستر باشه و شما دقیقا برابر با دروسی که پیش میرید ما مسائل توریک رو براتون تصویری اینجا روشن میکنیم. خب جلسه دوم میخوایم در مورد سه تا واژه خیلی مهم با شما صحبت کنیم. اولی دیرنگ، دومی شدت و سومی تنین و رنگ. دیرنگ به زبان انگلیسی بهش میگن دیوریشن، یعنی زمان. خب فواصل اجرایی بین نوت ها رو بهش میگن دیرنگ. برای مثال من یه مضراب تار میزنم، ببین فاصله این مضراب تا فاصله مضراب بعدی من یک دیرند خاص داره، یک ریتم و یک فاصله خاص داره. خب به عبارت شما میتونید این دیرند رو با توجه به خطی که درش دارید نوازندگی میکنید یا نوتی که روبرو شما قرار داره میتونید این دیرند یا دیوریشن رو کم و زیادش کنید. برای مثال وقتی ما مضراب ریز میزنیم یا مضراب متناوب پشت سر هم میزنیم دیرند ما کم میشه، دیوریشن کمی رو روی ساز تجربه میکنیم یا خطاهاتی که تمپوشون بالا هستن. پس هر چقدر تمپو بره بالاتر و سرعت نوازندگی ما بیشتر بشه به عبارت میتونیم بگیم که دیرند بین نوت ها کمتر میشه، نوت ها میان کنار هم نزدیک هم پشت سر هم زده میشن و زمانی که ما بین نوت ها سکوت داریم یا مکس داریم، برای مثال ما میزنیم روی یک نوت وای میسیم چند ثانیه، یک دیرند طولانی رو داریم ادا میکنیم. حالا این نکته هم بگم، ببینید بعضی از سازها با توجه به فیزیک یا حالت نوازندگی که دارن معمولا تا یه حد میشه سری نواختشون. مثلا ساز تار رو تا یه حد میشه سری نواخت، مثلا ساز پیانو به خاطر تعداد کلاویه‌ای که داره شما به صورت نرمال راحت ترید که با سرعت بیشتری بنوازیدش. خب میشه گفت که دیرندهای سازهای مختلف با توجه به آناتومی و فیزیکی که دارن میتونه متفاوت باشه. نرمال دارم میانگین در نظر میگیرم. برای مثلا پیانو رو به عبارتی میشه خیلی سریعتر هم نواخت. این هم یه نکته هست در مورد پتانسیلی که هر ساز به شما میده که نوت‌ها رو با چه سرعتی اجرا کنید. خب در مورد دیرند صحبت کردیم، سری توضیحاتی رو به شما دادیم. در مورد شدت میخوایم صحبت کنیم. کلمه‌ای داریم به نام شدت به این معنی که ما یه قسمت از قطعه رو میتونیم قوی اجرا کنیم. برای مثال و با توجه به سوال نوازنده جمله بعدی یا میزان بعدی رو میتونیم یه خورده با شدت پایین‌تری اجرا کنیم. یا این شدت در مضراب ما، بالا پایینی صدا در مضراب ما هنگامی که میخوایم اجرا کنیم قطعه رو چندین بار میتونه حالت موجوار بالا پایین بشه. خب حالت موجوار قدرت و این شدت ممکنه بالا پایین بشه. پس واژه شدت یا intensity به زبان انگلیسی به قدرت و در واقع شدت مضرابی که ما به ساز میزنیم برمیگرده. حالا اگه آرشه ویولون باشه خب به نحوه کشیدن آرشه شما روی سیمای ویولونه. اگه پیانو میشه و اگه پیانو دارید به قدرت انگوش گذاری شما روی کلاویه های ساز پیانو میشه. من دارم روی ساز تار نشون میدم. برای مثال یک قطعه میتونه با شدت خیلی زیاد و بالا اجرا بشه که مثالشو زدم، یا خیلی صدا بیاد پایین که به عبارتی ما به این میگیم نوانس یا بالا پایینی صدا. خب شدت ما توی نوازندگی بر اساس قطعه که میخوایم
اجرا کنیم بالا پایین میشه که حس و حال قطعه رو تعیین میکنه. و بعد از شدت در مورد تنین و رنگ داریم صحبت میکنیم. ببینید به تنین میگن شخصیت، یه اسم دیگه که به تنین صدای یک ساز میگن شخصیت صوتی اون صدای سازه. خیلی وقتا از من میپرسن که آقا من بعد ساز ستار رو انتخاب کنم، نمیدونم ساز ستار رو دوست دارم یا ساز تار رو. دقیقا باید به شنونده گفت که آیا شما تنین ساز تار رو بیشتر دوست دارید یا ستار یا مثلا سنتور یا ویولون، چون که صداهای هر کدوم از سازها بر اساس آناتومی و فیزیکی که دارن یک حالت خاصی ممکنه به شما بده، یه حس و حال خاصی به شما بده، یه کاراکتر شخصیت خاص به شما میده، رنگشون متفاوته. برای مثال من یه قطعه رو اینجا با ساز تار میزنم و بعد همین قطعه رو روی ستار پیاده میکنم. شما این صدا رو در ذهن داشته باشید. حالا اگه بخوام همین رو با ساز ستار اجرا کنم، میبینید که کلن سراپا این حالت متفاوت ممکنه باشه. ببینید و یه حس و حال و یه فضای هارمونی که دیگه به ما داد که به دلیل ساختار کاسه‌ای که ساز ستار داره یا ساز تار داره اینا کامل ممکنه با هم متفاوت باشن. پس رنگ صوتی در سازهای مختلف کاملا با هم متفاوته، حتی رنگ صوتی داخل سازهایی که هم نام هستن. برای مثال ما ممکنه از یه ستار کاسه متوسط استفاده کنیم مثل این، یا یک ستار کاسه بزرگ استفاده کنیم یا کاسه کوچک. باز تنین و رنگ صوتی داخل این سازها هم اندکی میتونه متفاوت باشه. اینم یه سری توضیحات در مورد یه سری واژه‌هایی که جلوتر ما بهشون برخورد میکنیم.